جهانی است برای مردم بزرگ کشورم و هموطنانم و سرتاسر عالم و خانواده های معظم شهیدان ایثارگران و جامعه بشری تبریک میگویم. فرهنگی، آموزشی، سیاسی، لابی و لابیگری با جامعه بشری گسترش پیدا کرد و به فضل الهی در سال 1393 با سرعت بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد. در سال 1392 اداره مالدهان تر و پروژه های گوناگون را با که از این بابت خداوند منام را سپاس گزارم و از همراهی و همدلی مردم بزرگ و با فرهنگ خود هم در داخل و هم در خارج صمیمانه تشکر می کنم. برای انجمن افغانستان و آسیای میانه مدرسه فردوسی و کمپین اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان بر این است تا به گونه ای کار کند تا بار را بر دوش نسل بعدی نگذارد و در حقیقت ما می خواهیم این فرصت برای نسل بعدی باقی بماند که برنامه هایشان را خودشان تنظیم کنند. انجمن افغانستان و آسیای میانه مدرسه فردوسی و کمپین اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان کوشش می کند با فکر همت و با دست فرزندان ما ساخته شد. روی همین اصل امسال نیز همچون نشه حمایت از قشر آسیب پذیر در داخل افغانستان و در اروپا در دستور کار اداره ما و فضل الهی تعهد اداره ما بر عدالت، خدمت، پاکی، مهرورزی و تعالی مردم و عمیقتر و وسیعتر از سال 1393 جاری خواهد بود. ما همواره در کنار مردم برای مردم و شریک شادی و غم مردم خواهیم بود. نوروز این انسان و این بازگشت به حقیقت انسانی و تجدید تعهد ما با همه خوبی ها و اشتراک از همه زشتی ها است. نوروز یادآور بهار انسان است. امروز هم میدانم که انسان مخلوق خدا است و استعداد و شایستگی آن را دارد که به عنوان خدا به عنوان بنده خدا در زمین زندگی آرام و سعادتمند داشته باشد. خداوند همه استعدادهای الهی و صفات خود را در قدرت انسان به امانت گذاشته است. استعدادهای الهی انسان بسیار شگرف و نامحدود است. استعدادهایی است که با واسطه آنها انسان می تواند تجلی خداوند و ذات معرفی او در این عالم بشود. انسان با شکوفایی این استعدادها می تواند بزرگ، کامیاب و خوشبخت شود. بهار انسانیت در راه است. امیدوارم
درخت پر